آره ساو پنځه نفر ونیول سو پنځه نفر چې یو مصاله ده څلور تلیفونونه دي چې دوه لمسی دي دوه ساده یو مل یو بارچا ده او څه مقدار پیسې دي چې د خلکو نه اخیستې دي نفر ونیول عملیات په خیر سره پای ته ورسید کوم تلفات زیات شي نه لرو تمام توانایی های نیروهای قلردویی 203 منصوری عملیات ویژه نیروهای توانمند قلردویی 203 منصوری برای دستگیری مجرمین در ولایت لوگر مرکز محل وظیفه آره ساو پنځه نفر ونیول سو پنځه نفر چې یو مصاله ده څلور تلیفونونه دي چې دوه لمسی دي دوه ساده یو مل یو بارچا ده او څه مقدار پیسې دي چې د خلکو نه اخیستې دي نفر ونیول عملیات په خیر سره پای ته ورسید کوم تلفات زیات شي نه لرو تمام ملک صاحب ستړي مسي مخواره کوم راپور تاسو متره کړه و تاسو زاره ولې دا د پنځه بد پښتانه چې موږ ونیول نو عملیات موږ په تاسو سي چا چې وړي و تاسو به محترمونه سره وګاګيږي سمي تاسو شته ته الله دې نظام تل کامیاب کی او موږ ته سبای په وخت باندې تقریبا د مانځ ټیم وکنه غله راغله او پنځه نفر غله و چا نه ټلیفونونه واخیست ما نه خپل ټلیفون واخیست او نور نیم تلیفونونه م واخیسته پیسې یې هم ترې واخیستې او یې هم وویل خلک ډېر ظلم یې راسره وکاوه ډېر خدای پاک دې دا نظام اول تر اخره کامیاب کړي خدای پاک دې همداسې نظام راولي دغه خلک مخکې هم راتلل دلته به غلا کوله چا یې پوښتنه نه کوله صاحب اوس تاسې همدا کسان نور کسان خو تاسو چا چې ورک دي تاسې راسې خپل تلیفونونه کې پېژنئ کوم تلیفون تا ده ټاکم ده دوی چودا دای ما ده سه ایتو چودی ما پیسې دي چودی چاله سنیو زه خو چاله سن زره پیسې دې وښبه دا دا او خلک هم دا هو درته دا په پازا باندې و سه پازا وینه پازا وینه پازا ولا پازا په وینه کړه ویو وې دباو دار کمی و ویلې پیسې را کمال خرڅ کړه او دا یو څو درې او دوه میګي کوبرې خرڅ کړي اندغه پیسې ته اخیستې خیر اوس خدای دې تاسو ته پیسې څه کم نه وو مختم قسم مختم اللهم الله اکبر درای تکبیر قلردوی 203 منصوری یکی از مجهزترین قلردوهای وزارت دفاع افغانستان که مسئولیت تامین امنیت ولایت پکتیا پکتیکا لوگر خوست و غزنی را دارد برای تأمین امنیت شاهراهای این ولایت ها 24 ساعته گزمه و بازرسی های امنیتی فعال دارند.
مجیب الله انصاری سخنگوی قول اردوی منصوری میگوید این قول اردو مجهز به شفاخانه و دکتران ورزیده در تمام بخش ها می باشد. مختلف معاینه تر سره کیږي تقریبا سل یو نیم سل رقم ټیسټونه دلته تر سره کیږي او روزانه دلته څلوېښت نه پنځوس پورې تعداد باندې مریضان مراجعه کوي او ښه مجهز لابراتوار لرو ښه ماشینونه لرو او په ایمانداری سره خدمت کوو او له رهبرۍ څخه مننه کوو هر وخت موږ سره کومک کړی ده هر شی الحمدلله ښه منظم ډول په خپل وخت خپل هغه سره موږ ته رسېږي چې کله موږ ته درد چې پیدا کیږي ډاکټران راځي موږ ته هر شی په خپل وخت سره رسېږي. همچنان ورکشاپ ترمیم وسایل و صلاح‌های مختلف را دارد که در آن انجینران مسلکی و توانا برای ترمیم وسایل نظامی و صلاح‌های سبک و سنگین می باشند. ساحه مسئولیت قول اردوی 203 منصوری در 5 ولایت می باشد که در 6 لوا کنترل می شود. 2 لوای سرحدی، 4 لوای پیاده که ولایات پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و لوگر می باشد. قول اردوی 203 منصوری دارای یک قطعه رزرو آماده به هر گونه حالات اضطراری در تمام اوقات به خدمت مردم عزیز می باشند. قول اردوی 203 منصوری یک شفاخانه مجهز با پرسنل مسلکی و ورکشاپ های مجهز که پرسنل و کارکنانشان به حدود 8 سال، 10 سال، 12 سال تجربه کاری دارند و هر گونه وسایط را در اینجا به اسرع وقت ترمیم میکنند. در بخش تکنیک اسلحه کارمندانی با تجربه دارند که از توپی دی سی گرفته تا کلاشینکوف و تا M16 و M4 تمام چیز در اینجا ترمیم میشه. و همچنان قول اردوی 203 منصوری در بخش انجینری پسته ها را ایجاد کردند و در آینده نقاطی که در پسته ضرورت داره پسته ایجاد بکنه و در جای هایی که به سرک ضرورت داره سرک ایجاد بکنه. ما به رهبری وزارت دفاع ملی و همچنان به مردم عزیز در جنوب شرق کشور اطمینان میدهیم. همچنان انجینران ساختمانی این قول اردو برای تأمین امنیت بهتر. مسافران و رانندگان این مسیر خواهان افزایش فعالیت‌های این سربازان برای تأمین امنیت بهتر هستند. په د نیم غونستون کې وګرځیدم تیروت کندور مازور شپه ورځ بره اون و چا داسې مېږ ته نه دي لې چې چیرې څه چای کې سر مجاهدینونه به چې ورغلو و دا بیرته ووی چې لیار کې څه تکلیف نه وي چای به وینه مشي امن خیر خیرات په دا غرو راغو نو دیالانه ډېر رزویو رزویو او ډېر خوښ یو الله دې نه خروپوي دا نظام پیاوړی او ټول عمر نه خروپوي. د چکپاین مسئولی ما موږ دلته شپه ورځ د ولس د خدمت په خاطر چکپاین اچو تر څو دوی آرام او هوسا ژوند وکړي او ولس ته ډاډ ورکړو چې زموږ پښتون کې به دوی ته هیڅ نه وه زیان پېښ نه شي انشاءالله. عزیزای دلم گزارش ما هم ادامه داره. هموطن دیگه ما کسی که در این پروژه زحمت کشیدن در دستایشون خداوند خیر نصیب بسازه، در زندگیشون خداوند خیر نصیب بکنه. کسی که در این پروژه زحمت کشیدن شب و روز کار کردن کنار ما صحبت می داشته باشه. من باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید جان جور خیرتی است قربانتان. سلامت شما خوب هستین ان شاء الله. شکر فضل خدا. خودتو خود یک معرفی بکنین با ما و همین بیندای عزیز کسایی که اینکنون خودتا میبینن یک معرفت با خودت داشته باشن. من نظیر دوزه هستم یکی از فرماینای شرکت امران به هیچ. خیلی خوشحال شدیم از معرفت با خود. چطور بود بازسازی خود در این پروژه؟ چقدر خوشحال هستی که به وطن خدمت میکنی؟ باور کن که زیاد زحمت کشیدیم اگه به خاطر سب کرید سب بیس بیسکوسی گپاش دیگه حالا گپ در اصفات رسید اگه به خاطر از این خیلی خوش هستیم که به خاطر آبادی وطن به خاطر راحت بودن مردم که در این سرک رفت آمد کنند اینم خوشحالی کلان ما است. چقدر زمان برد تا به این مرحله قیریزی برسه سرک؟ زمان دیگه تقریبا ما اینجا دو نیم ماه میشه که زحمت میکشیم. دو نیم ماه؟ وقت زمان زیادی هم نشده؟ نه وقت زمان نشده خب دو نیم ماه زیاد شب روز ما زحمت کشیدیم تا به این مرحله رسانده میشه. سرک دو طرف است نه یک سرک دیگه شما او طرف است فکر بکنم؟ بله او هم مربوط شرکت امران بهیج میشه او طرف شام گرفتیم این طرف شام گرفتیم این اخوی نکارش بخیر تکمیل شد دیگه باز طرف شروع میکنم. این تا آخر که تکمیل شد فکر بکنم از این سرک پنج پروژه تایمینی است تا چرای شد باز بخیر تکمیل که شاید قریزی خلاص یا او سم شروع میشه؟ بله و اینی هم پیاده رواز که بخیر ولن کن 7 متر سرک است که 3 متر هم گلدان است 4 متر چیز دواکوی است یعنی پیاده رواز است با اوجه.
چقدر وقت بود باز بخیر شاید افتتاح این پروژه باشیم برای هموطنان عزیز ما و این موتورا باز میشه دیگه ان شاء الله در آینده شاروال صاحب یا موین صاحب کتاب با مشوره شما شما تشریف بیارین که افتتاح باشه ان شاء الله که افتتاحش باشه ببینیم ان شاء الله بخیر چقدر از هموطنان عزیز ما این پروژه کار میکنن اینجا دیگه کارگران زیاد هستن میبینی کنه اینجنرهای ما هستن دستر لیبر هستن کل ما هستن اینجا مصرف هستن بوله گیمه تو بر شوق کار میکنه اونو میکنه آه چرا نه بخاطر وطن باید کار کنه خوش هستی از این باسوز یا آه چطور نه بخاطر وطن که یک بلستم جور شما خوش هستی من مردم خوش بود یا نه آه کل لگی خوش هستن انشالله که تو سو بریم موتران راحت برن مردم حتی خوش هستن بیشتر خوشیشان هم زیاد میشه خداوند خوشی ما شما را زیاد کنه الهی آمین زجر زحمت زیاد دیدیم با امید ادی که سرک جور کنیم سرک ها را جور کنیم سرک ها و جاده ها و مسیرها را جور ارمان ما امید که در این کابل زیبای ما واقعا زیبا شد و سرک خامه نباشه کل اگه پخته باشه از خاک دود دیغم شد بخیر انشاءالله. بخیر زندگی هست و امارات اسلامی هست انشاءالله در خدمت مردم هست این امارات با مردم کار میکنه و انشاءالله شاید بهترین پروژه در افغانستان کمر کل ما را بسته کنه که به این وطن خدمت کنیم و کار کنیم الهی آمین من میگم خداوند خیر بدهید مزاحمت نمیشون بشه برو خداوند عزیزای دلم یک دنیا ممنونتان که برای دیدن ما را انتخاب میکنید ما هم همواره در این تلاش هستیم که بهترین های افغانستان را تقدیم شما ایزان بسازیم در سلسله برنامه های ساخت ساز و بازسازی بهتر شدن و آبادی افغانستان بودم هیچ دلم نمیشه خدافیزی بکنم خب اینمی کامرامن اشاره میکنه که وقت برنامه تمام است 15 دقیقه گفته برنامه را شروع میکنی یک ساعت دو ساعت برنامه تو ادامه پیدا میکنه چون وقتی آبادی را در وطن میبینم بازسازی را در وطن میبینم کار در وطن ما میبینم وطنی که روزهای شاد روزایی که اصلا نمیخوایم امروز یادآوری بکنم چون خوشحال هستم از این بازسازی خوشحال هستم از اینکه در وطن ما کار میشه از اینکه افغانستان به سوی روان است که آینده درخشان در انتظارش است آینده که همه مردم افغانستان از آمدنش خوشحال هستند وقتی در پروژه بازسازی میایم در کار و بار افغانستان در سلسله برنامه های آبادی افغانستان میایم خدا شاهد است که من اینقدر احساس خوشحالی و اینقدر احساس خوشی دارم که تا در لباسای خود جای نمیشم خدا شاهد است که من از این بازسازی ها چقدر خوشحال هستم یکی میبینم هم وطن های عزیزم و اینیمی کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن و کسایی که در اون پروژه کار میکنن خوشی اینا رو میبینم و زحمت کشی اینا رو میبینم پرشور و پرشو هیچ دلم نمیشه که برنامه رو تمام بسازم میگم من تو ادامه بدم صحبت کردم برم صحبت بکنم با خود صحبت بکنم متو میگم با هموطن های عزیز و کسایی که بعضیشون اکثرشون مشکلات دارن درکشون میکنم صحبت نمیکنن میگم بجای اینا خودم حرف زده برم بیشتر حرف زده برم بیشتر برای شما ایزان معلومات بدم در رابطه با بازسازی ولی اجازه نمیتن برای من میگن وقت برنامه کم است کوشش بکن کم صحبت بکنیم کوتا میخوایم در رابطه با بازسازی پروژه هم یک مقدار برای شما ایزان معلومات بدم سرک فرعی از چهارای شهید شروع شده بود چهارای شهید هنگراب است سرک پنج پروژه تایمنی ختم شده است امروز روز قیریزیش بود و اولین کسی که در قیریزی هم حضور داشت ما بودم خوشبختانه دانستم شکار بکنم شاید بازسازی و آبادی قیریزی وطن ما در امروز روز اولش باشیم در مرحله اولش امیدوار هستم ایزای دل ما گزارشان تا آخر دنبال کرده باشین و مورد پسند شما ایزان هم قرار گرفته باشن اگر میخواین همین گونه ویدیوهای نابالیم و به دست شما ایزان قرار بگیرد کافی است که کانال افغان فنس و میلر لایک بکنین سابسکرایب بکنین شیر بکنین زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین و بهترین برنامه ما کشه تا برنامه بعد بدرود.